سلام بچه ها، به کانال کامیک فکتس و کامیک بتمن هاش خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز قصد دارم بخش اول این مجموعه جذاب رو واسه‌تون تعریف کنم. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، با سابسکرایب کردن ما و فعال کردن زنگوله ادامه این مجموعه جذاب و سایر ویدیوهایی که واسه‌تون میسازیم از دست ندید. شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم، تا آخر اون همراه ما باشید. بتمن از همون اول بتمن نبود. اون یک پسر بچه به اسم بروس وین بوده. اون بچه یه فوق‌العاده‌ای داشت تا اینکه پدر و مادرش رو توی یک زورگیری از دست داد. بعد از اون روز اون هدفش رو روی این گذاشت که جلوی مرگ و میر رو بگیره به هر طریقی که میتونه. خدمتکار خانوادگیشون به نام آلفرد بروس رو مثل پسرش بزرگ کرد، اما بالاخره یک روزی بروس ناپدید شد و شروع به یاد گرفتن جرم شناسی، هنرهای رزمی و مهارت‌های ردیابی کرد، فقط برای اینکه گاتام رو از جرم و جنایت پاک کنه. اما خیلی زود متوجه شد که اون باید ترس رو به قلب‌های اشرار وارد کنه و بنابر این تبدیل شد به بتمن که بهش کمک می‌کرد جرم رو از گاتام پاک کنه. اون یه کمبودی توی زندگیش داشت که این تصمیم رو گرفت. اون کمبود عشق بود. داستان ما با چرخیدن بتمن بر فراز عرشه نفکش شروع میشه. یک پسر جوان اونجا اسیر شده و اون 2 دقیقه وقت داره که از اونجا بیارش بیرون قبل از اینکه بچه دزدا برگردن و پیداش کنن. اونا 1,000,000 دلار درخواست کرده بودن و بتمن اونجا بود تا مطمئن بشه اونا پولی دریافت نمی‌کنن. بتمن مخزن رو شکافت و لوکیشن پسر رو پیدا کرد. اون در سلول پسر بچه رو منفجر کرد. پسر بچه بهش نگاه کرد و گفت: تو بتمنی؟ بتمن اون رو گرفت و بهش گفت: آره. و از سلول رفتم بیرون. همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت تا جایی که رسیدن به عرشه کشتی و یک ها بچه دو سرفه کرد. کلر کراک یا همون کراک قاتل در حالی که یک چمدون توی دستش بود دوید سمت بتمن و توی اون چمدون پول بود و فریاد زد: تو نباید می اومدی اینجا. بتمن جا خالی داد و سریعتر از کراک دوید. بتمن خیلی چابکی به خرج داده بود و با خودش گفت: در عرض 11 ثانیه فرار کردم. و بعد لغزید زیر کراک و چمدون رو پرت کرد اون طرف. یک ها دوتاشون دیدن که یک چنگک از ناکجا آباد اومد چمدون و پول رو برداشت. بتمن به سرعت نزدیکترین زنجیر کشتی رو گرفت و شروع کرد به چرخیدن دور دهن کراک و اون رو بست درست قبل از اینکه FBI برسه. و بعد یادش اومد که پول ها نیست. با استفاده از عینک فروسرخش به اطراف نگاه کرد و دید که کتوامن داره از صحنه فرار میکنه. اون یک بتروپ دیگر رو پرتاب کرد و شروع کرد به تعقیب کتوامن و فریاد زد: بیست. اما این داستانی بود که اونا قبلا هم بارها با هم داشتن. کتوامن برگشت و نگاهش کرد. اون شبیه چیزی نبود که بتمن فکر میکرد. اون همیشه جواهرات موزه یا چیزایی از خونه ها میدزدید، اما دزدیدن سهم بقیه اصلا به قیافش نمیخورد، همونطور که بچه دزدی به قیافه کراک نمیخورد. یکی دیگه پشت همه این داستانا بود. اونها کل شهر رو دنبال هم دیگه دویدن، از روی کوچه خیابونا و ترافیک ماشینا گذشتن، اما کتوامن همش از بتمن جلو افتاده بود. کتوامن با لذت فریاد زد: این تنها چیزیه که امشب گیرت اومده. بتمن گفت: همچینم مطمئن نباش. اما در همین لحظه یکی بتروپ بتمن رو پاره کرد و سقوط کرد توی خیابون. یک لحظه کتوامن فهمید که اون دیگه تعقیبش نمیکنه و برگشت و گفت: بتمن؟ اما بتمن جوابی نداد. هیچ چیزی نبود که بگیره تا نیفته. هیچ چیزی جلوی افتادنش رو نگرفت و هیچ راهی نبود که جلوی این اتفاق رو بگیره. اون با سر افتاد توی خیابون مجرما. اوراکل سری با بروس ارتباط گرفت و گفت: بتمن خوبی؟ اما جوابی دریافت نکرد. اون فهمید که اتفاق خوبی نیفتاده. خلافکارا داشتن به سمت بتمن می اومدن. اوراکل اعلامیه‌ای زد برای دوستا و فامیلای بتمن و در همون لحظه زنی که جواب داد هانترس بود. اون با موتورش از راه رسید و دندون خلافکارا رو تو دهنشون خورد کرد و با میلش با یک حرکت نرم و سری خلافکارایی که میخواستن به بتمن برسن رو از صحنه دور کرد. و بعد به اوراکل زنگ زد و گفت: کار من تموم شده و همه رفتن. اوراکل گفت: من مطمئن هستم که اون به خاطر این کارت ازت ممنونه. اون بالا یک مرد با صورت بانداج شده همه این ماجراها رو میدید. کتوامن توی مسیرش به سمت پویزن آیوی در یکی از پشت بام‌های بلند گاتام بود. اون در حالی که پولا توی دستش بودند داخل شد و گفت: هیچ مرد و زنی از پویزن آیوی در امان نیست. آیوی خندید و به کتوامن نگاه کرد و اون پول رو به زینف مرموزش داد. بتمن به غار خفاشی برگردونده شد. آلفرد تشخیص داد که جمجمه بتمن شکسته. بتمن به هر نحوی شده بود با انگشتش کد مورس رو زد و به آلفرد یک اسم رو گفت: توماس الیوت. با
بروس به بیمارستان محلی برده شد. اونجا مشهورترین جراح که توماس الیوت بود رسید تا جراحی مغز رو انجام بده. اما سوالی که ایجاد میشه اینه که توماس الیوت کیه؟ زمانی که بروس با پدر و مادرش زندگی میکرد، تنها دوستش توماس الیوت بود. اون یک پسر بچه از خانواده الیوت بود و اون و بروس وقت زیادی رو برای بازی و مسابقه با هم دیگه داشتن، تا اینکه یک شب پدر و مادر توماس با ماشین تصادف کردند و پدر بروس مسئول نجات اونا شد. بروس به توماس قسم خورد که پدرش بهترینه و میتونه پدر و مادر توماس رو نجات بده، اما وقتی برگشت گفت که فقط تونسته مادر توماس رو نجات بده. اون خیلی از بروس به خاطر دروغی که بهش گفته بود عصبانی شد و مشت محکمی به فکش زد. برگردیم به زمان حال. آسیبی که به سر بروس وارد شده بود خوب شد و بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد، دنبال این بود که بفهمه اون شب چه اتفاقی افتاد. اون رفت به سلول کیلر کراک و سعی کرد که هر اطلاعاتی میتونه در مورد اینکه چه کسی اون رو برای این کار استخدام کرده به دست بیاره. اما کراک هیچی نگفت و شیشه سلولش رو شکوند. اون بتمن رو هل داد اون طرف و در حالی که داشت فرار میکرد گفت: من دارم از اینجا میرم که پولم رو بگیرم. خوشبختانه بتمن تونست وسیله ردیابیش رو به ستون فقرات کراک بچسبونه و میتونست از طریق بتموبیل و پرسیدن از اوراکل متوجه بشه که کراک کجا میره. اما قبل اینکه بتمن بتونه سیگنال رو دریافت کنه، یکی به تایر جلوی سمت چپ بتموبیل شلیک کرد و کنترلش رو از دست داد و به یکی از ساختمون‌ها برخورد کرد. بتمن به شیشه ضربه زد و به اطراف نگاه کرد. این نباید اتفاق میافتاد. اون با خودش فکر کرد و گفت: این تایرها با کولار تقویت شده بودن و با ژل پترولیوم پر شده بودن. تو باید بفهمی چجوری این انفجار رخ داده بروس. اوراکل ازش پرسید که اوضاع چطوره. اون جواب داد که هر کاری میکنی نباید سیگنالای کراک رو گم کنی. وقتی کراک به ساختمون آیوی رسید، دید که کتمومن داره دزدکی دنبال چیزی میگرده. سلام گربه کوچولو، من پولمو میخوام. و پرید سمت کتمومن و هلش داد. بعد کتمومن گفت: تقصیر پویزن آیوی بود. دروغ میگی. آیوی به من گفت تو پولو برداشتی و تو بودی که اون شب اونجا بودی. اون کتومن رو از روی زمین برداشت و یک طرف سرش رو لیس زد. کتومن سعی میکرد از خودش دفاع کنه و گفت: آیوی از من استفاده کرد تا به اون پول برسه. و بعد فریاد زد و گفت: من پول ندارم. کراک گفت: هیچ دلیلی برای نکشتنت وجود نداره. بتمن به اندازه کافی شنیده بود و بعد با بتروب دهن کراک رو بست و اون رو از دیوار ساختمون آویزون کرد و گفت: باید با من حرف بزنی. یکی داره همه ما رو بازی میده. تو، من، کتومن و یا حتی آیوی رو. تو باید به من راستش رو بگی. کراک بهش نگاه کرد و گفت: به من نگاه کن که به چه روزی افتادم. اون پول به درد من نخورد. اما قبل اینکه بتمن بتونه اطلاعات بیشتری بگیره، FBI رسید و به هر دوشون شلیک کرد. بتمن زیر لب گفت: احمقا. و خودش رو مخفی کرد. اما کراک به سمت هلیکوپتر پرید و توی تور گیر افتاد. وقتی اونا اونجا رو با کراک ترک کردن، بتمن توی تاریکی قدم میزد و با خودش فکر میکرد چه کسی پشت همه این ماجرا هست. افراد کمی هستن که قدرت و دانش این رو داشته باشن که بتونن کراک، آیوی و کتمومن رو به کار بگیرن. وقتی داشت به این چیزا فکر میکرد، مردی که صورتش بانداژ شده بود داشت از پشت همه این اتفاقها رو تماشا میکرد. 6 شب گذشت و بتمن نتونست اثری از آیوی پیدا کنه، نه هیچ چیزی در مورد کراک. اون با خودش فکر کرد که بالاخره میفهمه. اما کتومن رسید و به بتمن گفت: من آیوی رو پیدا کردم، اون توی شهر متروپولیته. من میخوام با تو برم اونجا. اونها توی سکوتی ایستادن. کتومن اومد جلوتر و دستاشو گذاشت روی سینه بتمن. گوش کن، تو منو نجات دادی و من نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. بتمن گفت: این کارو نکن. کتومن اومد جلو و بتمن رو بوسید و گفت: تو اصلا کنجکاو نیستی؟ بتمن شونه هاش رو گرفت و نزدیک خودش نگهش داشت و زیر نور مهتاب همو بوسیدن. و اونجا بتمن عشقی رو که توی زندگیش از دست داده بود دوباره احساس کرد و اون احساس با یک زن بود. کتومن اومد عقب و آماده ی رفتن شدند، اما بتمن شونش رو گرفت و بهش یک حلقه داد. کتومن پرسید: این یه حلقه تعهده؟ بتمن جواب داد: اگه آیوی رو قبل من پیدا کردی، این دکمه رو فشار بده. من توی متروپولیس میبینمت. روز بعد بروس رفت به متروپولیس. توی فرودگاه توماس الیوت دوست قدیمیش رو دید و صداش زد: بروس. اونا با هم یک ماشین گرفتن و توماس ازش پرسید: جراحی چطور بود؟ بروس ازش تشکر کرد و بهش گفت از اینکه نجاتش داده واقعا خوشحاله. توماس گفت که براش مهم نیست و فقط میخواسته که مطمئن بشه بروس مراقب خودش هست.
و به بروس گفت تو که سوپرمن نیستی، میدونی که چی میگم. بروس رفت به دیلی پلنت تا به گزارشگر مورد علاقش لوئیس لین سلامی عرض کنه و بعدش رفت به سی ای او آف لکس کورپ تالیا الکول و تالیا بهش گفت که چقدر فرق کرده و مطمئن نبود که ازش خوشش میاد یا نه. اما وسط ملاقاتشون کتوومن کمربند بات رو به لرزش درآورد. اون آیوی رو پیدا کرده بود. کتوومن روی یک قطار در حال حرکت با بتمن تماس گرفت و بتمن رفت بالای سرش و کتوومن بهش گفت میخوام بدونی که چرا میخوام قبل از تو پویزن رو ببینم. اون ذهن منو کنترل میکنه و منو وادار به یه سری کارها میکنه. این تصمیم من نبود که اون کارا رو براش انجام بدم. اون منو بوسیده و ذهنمو کنترل کرده و هیچ چیزی به اندازه این منو تهدید نکرده. میفهمی؟ بتمن با سکوتش موافقت کرد چون نمیدونست چی بگه و چی کار کنه و فقط کتوومن رو بوسید. توی خونه سبز کتوومن هنوز هم وانمود میکرد که تحت کنترل آیوی هست. اما آیوی متوجه شد و اونها شروع کردن به جنگیدن. کتوومن سعی کرد شاخه های آیوی رو که دور گردنش پیچیده بود و داشت خفش میکرد و بگیره. بتمن وارد شد و آیوی دیدش و گفت تو قهرمانت آوردی؟ پس منم این کارو میکنم. ساختمون شروع کرد به لرزیدن جوری که داشت از جا کنده میشد و ناگهان بتمن اون رو دید. نه، اینجا نه، الان نه، اون نه. همینطور که بتمن داشت میرفت ببینه حال کتوومن چطوره، سوپرمن داشت بالا سرشون پرواز میکرد. کتوومن با نگرانی به بتمن گفت به من بگو نقشه‌ای داری؟ بتمن گفت کارم بود، من اون رو میشناسم، میدونم حرکت بعدی چیه. بتمن کتوومن رو گرفت و پرید به سمت پناهگاه. اما موقع سوپرمن با نگاه آتشینش همه چیز اون منطقه رو خراب کرد. بتمن ماسک اکسیژن رو جلوی دهن خودش و کتوومن قرار داد، اما دید کتوومن داره دست و پا میزنه. کتو آب با هم دیگه جور در نمیان، اما اون باید به بتمن اعتماد میکرد. اونا وارد مسیر راهنمای متروپولیس که لکس کورب نصبش کرده بود شدن و شروع کردن به دویدن. بتمن ایستاد و حلقه کریپتونات رو در آورد و برگشت به کتوومن نگاه کرد و گفت وظیفت رو میدونی؟ هر کدوم از اون ستا رو که میتونی بگی. کتوومن گفت من بهترین واکنش رو نشون میدم. و بعد پرید و بتمن رو بوسید. چرا این کار رو کردی؟ چون امشب نمیتونی این کار رو انجام بدی. کتوومن این رو گفت و رفت. دیوار پشت بتمن یکو خراب شد و سوپرمن وارد شد. بتمن از هر چیزی استفاده میکرد تا به سوپرمن ضربه بزنه و پشت سر هم به سر سوپرمن مشت میزد. گوش کن، من گاز اصلی رو باز میکنم و تو با نگاه آتشین جرقه ایجاد میکنی و کل ساختمون رو خراب میکنی و تو میدونی که اون زیر چه خبره. قبل از اینکه سوپرمن جوابی بده بتمن صدای فراسوتش رو بلند کرد و سوپرمن رو عقب برد. سوپرمن ابزار بتمن رو فریز کرد و بتمن چنگکش رو به سمت سوپرمن پرتاب کرد و گفت کلارک، من در مورد گاز اصلی دروغ گفتم. بتمن از روی چاهی که سوپرمن درست کرد پرید و بهش اجازه داد که به جعبه ولتاژ مش بزنه. وقتی بتمن به خیابون رسید سوپرمن زمین رو شکافت. سوپرمن گفت تو به من آسیب زدی، این بازی الان تموم میشه. سوپرمن یک ماشین رو گرفت و بتمن گفت صبر کن، تو میتونی اونو نجات بدی یا اینکه با من بجنگی. این تصمیم توه نایوی. سوپرمن به دیلی پلنت که روبروشون بود نگاه کرد و دید کتوومن لوئیس لین رو از لبه پنجره آویزون کرده و بعد پرتش کرد پایین. اون جیغ میزد و سوپرمن فوراً جهید و اون رو گرفت، همون کاری که همیشه انجام میداد. بتمن و سوپرمن در پشت بوم دیلی پلنت با هم صحبت میکردن. باید به آیوی کمک بشه، من نمیدونم که کی به اون رژ لبه سبز رو داده که بتونه تو رو کنترل کنه، اما اون کارو نکرده. ما نیاز داریم که اون رو پیدا کنیم. سوپرمن بهش گفت هیچ کدوم از ما نمیتونیم اون رو پیدا کنیم، اما میدونم کی میتونه این کارو بکنه. اونا از یک سوپر قهرمان جدید استفاده کردن که آیوی هرگز انتظارش رو نداشت. اونا از ابرسگ کریپتون برای ردیابی اون استفاده کردن. کتوومن ضربه زدن به آیوی رو تمومش کرد و سوپرمن بهش نگاه کرد آیا واقعا واجب بود انقدر بزنیش؟ اما بتمن و کتوومن هر دو با هم گفتن آره. وقتی بتمن و سوپرمن داشتن با هم حرف میزدن کتوومن سگ رو تماشا میکرد. سوپرمن به بتمن گفت کار درستی کردم که حلقه رو دادم به تو، چون تو همیشه یک کارگاهی و تو هم همیشه یک پسر پیش آهنگی. اونا با هم دست دادن، اما تو همه این اتفاقاتی که در متروپولیس افتاد یک مرد با صورت بانداش شده داشت همه چی رو تماشا میکرد. این پایان پارتی یک بود و الان یک عالم سوال پیش اومده. مردی که صورتش بانداش شده کیه؟ چه کسی ریسمان اشرار رو میگیره؟ چه کسی بتروب رو پاره کرد و بدتایر رو منفجر کرد؟ کراک کجاست؟ چه کسی آیوی رو با کریپتونات تامین میکرد؟
قضیه عمیق‌تر از این حرف هست. پس با ما همراه باشید تا پارت دوم بتمن هاش. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. جا داره در آخر از سپنت کازمی و مصطفی براتی عزیز بابت حمایت و دونیتی که از ما انجام دادن تشکر کنم. اگر شما هم دوست داشتید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیتی که پایین این پست قرار داره استفاده کنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.